خوبه، خب بره تو آپارات هم بذاری. مصطفی مسلمی میگه منبع درآمد شده از طریق تبلیغاتی که داخل ویدیو انجام میدی. بله، منبع درآمد خودش هست، بحث امروزمون نیست، چون ما داریم امروز به این فکر میکنیم که چطوری برای بیزینس خودمون کار کنیم، یعنی از این ابزارها برای بیزینس خودمون استفاده کنیم و اینکه خارج بشیم از اون و بریم بگیم خب ما این شبکه رو درست کردیم، میام تبلیغم توش بذاریم، 100% غلطه. خوب شد بحث رو مطرح کردی. کسانی که دارن صفحات رو برای خودشون درست میکنن برای بیزینسشون، یه دفعه جاده خاکی نرین که از همونجا بردارید تبلیغات رو بگین خب چه بهتر به من پولم میدن، من اینجا برای ویدیوام بیام تبلیغم بکنم. تبلیغات رو روش ببندین و بذارید که تبلیغ خودتون، اون کانتنت خودتون مرتب منظم دیده بشه و اون دندون طمعی که یه پولی بسازین از شبکه برای خودتون، برای زمانی که دارید درباره بیزینس، اگر رفتین شدین یه بیزینس براتون یه بحث دیگه است. اما شما وقتی دارین اون شبکه‌های اجتماعی رو درست می‌کنی برای یه بیزینسی که نقشه کشیدی براش، پس بنابراین شما باید مبناتو بذاری روی اینکه اونجا اصلا تبلیغ هیچ که دیگه ای نیاد به هیچ مشکل به هیچ شکلی، فقط خودتون باشی. اونجا یه صحبتی، یه جایی از بحثمون برای این بود که روی کدوم یکی از این سوشیال میدیاها مانور بدیم. مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم، کسی که رستوران داره براش اینستاگرام و فیسبوک و اینا خیلی جذاب تره، کسی که داره کار اکانتینگ میکنه خب لینکدین خوبه، فیسبوک هم براش خوبه. یعنی یه خورده بر اساس اون فعالیت هایی که میکنیم، مثلا خیلی از فروشگاه لباس مثلا پینترست براشون خیلی خوب شده، پینترست خیلی خوب براشون کار میکنه و خب فیسبوک هم که مسلماً کار میکنه، ولی پینترست به خاطر استایلش خیلی به درد اینا خورده و بهشون جواب میده. اون استایل بیزینستون هم میخوره در نظر بگیرید، اینکه مخاطبین اونجا کیا هستن. فقط به اون مثال بهتون دادم. برام میگه یه پیج با تعداد زیادی فالوور رو خیلی ها میفروشن، آیا خرید این پیج ها خوبه؟ بسته به بیزینس شما داره. ممکنه که بیزینسی که دارین بیزینسی باشه که تعداد آدم ها توی جغرافی، اولا که باید برید ببینید که این فالووراشون از چه جغرافیایی هستن، جغرافیای حضور اینا از کجاست. اول اینو مشخص بکنید، بعد ببینید اون جغرافیایی که اینا حضور دارن با جغرافیایی که شما مد نظرتون از نظر کاری به اینا فروش کنید برای شما همونه، با هم جور در میاد. بعد که اینو فهمیدین، یه سری آنالیزرهای دیگه هم تو خود اون سوشال میدیا هست که به شما میگه اینا که تونن از کجان و چه جوریان و فلان. بعد از این مرحله حالا نگاه کنید ببینید جنس شما چیه، اصلا اون سرویسی که شما میفروشین مناسب این گروه هست یا همچین گروهایی در شما میخوره. اگر جور در میاد چرا که نه، یه دونه یه جایی که داشت استفاده میکنید، ولی باید خیلی هوشمندانه از اون بهره ببرید، وگرنه کلا میره سرتون بیگ تایم. به خاطر اینکه شما اگه قرار باشه اینا رو بگیرید و براش همین استراتژی معمول رو پیاده بکنید که مثلا فکر کردین، خیلی ساده اون آدمهایی که تو اون صفحه هستن، مثالشو براتون زدم دیگه، خیلی ساده از شما یواش یواش دور میشن و دیگه شما رو دنبال نمیکنن، چون برای یه دلیل دیگری به اون صفحه اومده بودن، اونجا شلوغ شده بود و حالا دارید شما یه کار دیگری میکنید. به خاطر کار دیگری که میکنید دیگه شما رو دنبال نمیکنه و به درد شما به دردش نمیخوری که با شما رو جدی بگیره. اونجایی که درباره صبر صحبت میکردم و میگفتم که صبر داشته باشیم و میگفتم که سوشیال میدیا برای انگیج کردنه، به زبان دیگه این است که شما معنیش این نیست که شما معنیش این است که شما باید یه ارتباط نزدیکی در این انگیجمنت ایجاد میکنید با مخاطبینتون، با فالووراتون. اگر اون فالوور حس کنه که شما از همون اول دارید میخواید به این بفروشی، خیلی از اینها شما رو به طور سریسلی دنبال نمیکنن و ولتون میکنن میرن. پس اول ارتباط رو ایجاد بکنید، بعد انتظار جواب گرفتن و فروش رو از این داستان رو داشته باشیم. بدون ایجاد یه دونه ارتباط نزدیک، سریع توی تبدیل به فروش بکنید. کانتنت هایی مثل ایمیج و اینها که استفاده میکنید، برید تکنیکالی مطالعه کنید یا از بچه هایی که واردترن سوال کنید، ببینید که تو چه پیکسل هایی بذارین اون عکسایی که دارین می‌ذارید یا فیلم‌هایی که می‌خواید بذارین، تو چه پیکسلی باشه، تو چه ابعادی باشه، بعد چطوری دنبال بکنید این داستانو. به خاطر اینکه فقط بردارین و هر چیزی رو بذارید اونجا،
بدون ادیتای اولیه، بدون اینکه تکنیکالی چیزایی که اونا گفتن رو رعایت بکنید، خیلی وقتا اصلا نمایش شما بدون که بدونید میگم کنید مثلا اون انقدی دیده نشده یا طرفدار پیدا نکرده. اون دیده نشدن ها و طرفدار پیدا نکردن ها به این دلیل است که چی؟ شما اون تکنیکال قضیه رو در عکس ها و فیلم های مربوطه رعایت نکردید. اون زمانی که درباره کانتنت من صحبت میکردم، میتونید این اصطلاح رو برای خودتون در نظر بگیرید که آیا واقعا اون کانتنت آماده است برای شیر شدن یا نه. وقتی میگین اصطلاح اون کانتنت رو وقتی میخواید شیر کنید، اول ببینید آماده است یا نه، یعنی اینکه تمام مسائل مربوطهش رو در نظر گرفته شده، آیا توش فکر شده که اون یه توضیحی درباره اون عکس گذاشته شده، آیا عکس خوب ادیت و مرتب شده، چیز اضافه تری توش نباشه الان من اینو شیر کنم بعد مجبورم دوباره ادیتش کنم یا درش بیارم، تمام اون چیزهایی که مد نظرت روش رعایت شده، بعد اون موقع به شیر میذاریش. از جمله یه توضیح اولیه برای این قصه، از بلاگتون استفاده کنید، یعنی یه بلاگ داشته باشین و از اون بلاگ استفاده کنید در جهت خدمتتون عرض شود که معرفی صفحاتتون. بلاگ جاییست که خیلی توی سرچ انجین ها جدی میگیرنش و مطالب رو توش رو دنبال میکنن. مطالبتون رو میتونید تو سرچ انجین ها بذارید و تو بلاگ ها بذارید که سرچ انجین ها خوب شناسایی میکنن، مردم وقت دارن سرچ میکنن از اونجا میتونن برن و صفحات شما رو در سوشیال میدیا ها ببینن و جدی دنبال کنن. ببینم که کجای داستانیم. اونایی که میان و سیستمای خوب ایمیل دارن، از ایمیل به نحو احسن استفاده کنید برای اینکه کانتنت هایی رو که در سوشیال میدیاتون میذارید رو از طریق ایمیل اطلاع رسانی کنید، با سافرهای خوبی که برای ایمیل ها وجود دارن ارسال ایمیل، از اونها استفاده کنید برای معرفی کانتنت ها، به جایی که بیاید بگید که صفحه من رو دنبال کن در چیز در اینستاگرام، نمیدونم در سوشال، در هر سوشال میدیایی، به جایی که بیاید اینجوری صحبت بکنید، بیاین و یه دونه استراتژی ایمیلینگ تعریف کنید. این استراتژی ایمیلینگ در اصل مسیری است که شما دارید کانتنت هایی رو که ایجاد میکنید، کانتنت ها رو به افراد معرفی میکنید و در قالب این معرفی ها، در قالب اینکه اون کانتنت هایی که اونجا داری معرفی میکنی، افراد رو درگیر میکنی به خواسته های خودت. در استراتژی ایمیلینگ یادتون باشه که از مهمترین چیزها این است که دیتابیستون رو تا میتونید سر و سامون بدید، شکل بدید، نظم بدین و این نباشه که تو دیتابیستون هر چیزی به همه ارسال بشه. سعی کنید تا حد امکان این ایمیلاتون رو مشخص کرده باشین که اینا کجا هستن، کی هستن، در چه منطقه هستن و به همون شکل بر اساس نیازها و تیپ اون مخاطبین براشون ارسال کنه. اگر مسابقه میذارید همیشه برنده رو در وقتی که گفتین اعلام کنید و برنده ها رو به همه بگین که چنین چیزی برنده شده، چون اون کانتست و سیستم برنده شدن همیشه برای همه جذابه و همه دنبالش میکنن. پس ما رو برای این یک مجموعی از ایمیل استراتژی رو تعریف میکنید و اون ایمیل استراتژی رو به اجرا میذارید برای اینکه هم فالوور بیارید، همین که سوشیال میدیا مارکتینگتون افکتیو بشه. ایمیل بهش وصله به خاطر اینکه خیلی وقتا مردم به طور مشخص ممکنه به هر دلیلی نرفته باشه صفحاتشو ببینه و شما در تایمی که میخوای دیده بشی دیده نشی. چون مهم این است که اون کاری که میکنی، یادتون باشه چی گفتیم؟ گفتیم در اسمارت کلمه آخر تیش زمانه. زمان تعیین کننده بسیار مهمیه در کاری که آدم در اسمارت مارکتینگ در سوشال میدیا میکنه و باید در تایم خودش جواب گرفته بشه. اگه میخوای در تایم خودش جواب گرفته بشه، معنیش این است که یکی از ابزارهایی که استفاده میکنی یه یادآوری به یوزرهات، به فالوورات، به مشتریات با ایمیل. خب امروز هم تموم شد.
دنباله بحث رو، این بحث رو و این تیپ چیزایی که بیزینس رب داره رو میدونید که میارید توی گروه تلگرامی، اونجا حرف بزنید، نظراتتون رو بگین که چرا چه مشکلات دارین، هر مشکلی دارید اونجا برطرف بکنید. اخبار آخرین کلاس هامون هم که توی t.me/canadacolleges یا اینکه t.me/canadabmc هم میتونید برید و اینا رو دنبال کنید.